آیا میهن پرستی و وطن دوستی همون ناسیونالیسم است؟ میهن پرستی یک نیاز اساسی بشر معاصر است یا در روند جهانی شدن دوران آن به سر آمده است؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. زمانی نه چندان دور، اونچه که شور و احساس غالب جوانان عدالت‌جو را میانگیخت، آرمان سوسیالیسم بود و نظریه‌هایی که استقرار آن را وعده می‌داد. جنگ سرد دنیای ساده و فریبنده ای را رقم زده بود. در یک سو اردوگاه سوسیالیسم بود و در سوی دیگر امپریالیسم. پس از فروپاشی یک طرفه این معادله، جهانی که چند سالی یک پارچه به نظر می‌رسید، ناگهان چند پارچه شد. جریان‌های دیگری وارد صحنه شدند، نه فقط اسلام‌گرایی بلکه ناسیونالیسم که در لفظ به معنی ملت‌گرایی است، ظرف‌هایی شدند برای شکل دادن به سرخوردگی ناشی از گسترش روزافزون نظام سرمایه‌داری. روندی که جهانی شدن نام گرفته بود، به گونه‌ای تناقض‌آمیز به ایجاد کشورهای جدید انجامید و واحدهای بزرگ به ملل کوچکتر تقسیم شدند. در دنیایی که در یک سو به تضعیف دولت‌های مدرن انجامیده بود و دخالت بشردوستانه را در کانون روابط بین‌المللی قرار داده بود، شاهد پیدایش دولت‌های جدید شدیم. دولت‌هایی که از دل جنبش‌های میهن پرستانه بیرون آمدند. ناسیونالیسم که در نیمه دوم سده بیستم به اغما رفته بود، بار دیگر ظهور کرد. ناسیونالیسم چیست؟ همون عشق وطن است. آیا ظهور دوبارهش نشانی آن نیست که میهن پرستی یک نیاز اساسی بشر معاصر است؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. محمد امینی، پژوهشگر و نویسنده، در مورد تاریخ ایران به طور اخصای امینی مطالعه و تحقیق کرده و همینطور مشخصتر اگر بگیم ناسیونالیسم ایرانی رو در مرکز مطالعاتش قرار داده، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس. آقای متین بر تعامل بین جهانی شدن و ناسیونالیسم بیشتر متمرکز بوده و مخاطبان اونها سپیده حدادی، دانش آموخته جامعه شناسی، و احمد زرین‌آباد، دانش آموخته فنی. خیلی خوش آمدید. آقای امینی، از این سوال ابتدایی شروع کنیم که آیا ناسیونالیسم همون میهن پرستیه؟ ناسیونالیسم اصولاً به عنوان یک حرکت و جریان اجتماعی از دوران پیدایش دولت‌های ملی مدرن پا گرفت و تا امروز هم ادامه داره. میهن پرستی پیشینه کهن‌تر داره. در میان گذشتگان به اون حب وطن میگفتند، و اگر به تاریخ ایران نگاه کنید، در زمانی وطن شیراز و سبزوار در شعر شاعران ایران بوده، از زمانی که میانه دوره صفوی که خیلی از شاعران ایرانی میروند به هند، وطن در واقع ایران هست و احساس وطن احساس دوری از مجموعه سرزمین ایرانه. بنابراین میهن و میهن پرستی میتواند یک پدیده شخصی باشه، احساس نیاز به آب و خاک و فرهنگ و زبان و خویشاوند و چیزهایی باشه که انسان ها بهش دلبستگی دارن. ناسیونالیسم حتما یک پدیده اجتماعی است، یک پدیده فردی نیست، با زندگی مجموعی از انسان ها پیوند پیدا میکنه. از این رو میتوان گفت که میهن پرستی یکی از ضروریت های یا احساس هویت میهنی، یکی از جنبه های هویت انسانی است. همونجور که انسان میگوید که من مرد هستم یا به این خانواده تعلق دارم یا زبانم چگونه است، ایرانی هستم، ایرانی تبار هستم، بریتانیایی هستم، انسان ها خودشون رو در این وابستگی به آب و خاک یا میهن توضیح میدند. تا چه اندازه وفادار به اون باشند، تا چه اندازه این ناسیونالیسم، ناسیونالیسم خشن یا ناسیونالیسم مهاجم یا مانند آنچه که در ایران بوده ناسیونالیسم شیداگونه باشه، این تأثیر در میزان میهن پرستی و یا تند و تیز بودن و نرم و آرام بودن این میهن پرستی میگذاره. بذارید به یکی از نکات مهم در صحبتهای شما بپردازیم، به شکل سوالی از آقای متین. ایشون گفتن که میهن پرستی یکی از وجوه هویت انسانی است. به این معنا میهن پرستی یک خدمت خیلی زیادی داره دیگه. آیا چنینه آقای متین؟
اگر ما میهن رو به معنای اون فضای اجتماعی، فرهنگی و همچنین جغرافیایی که در اون افراد زندگی میکنن معنی کنیم، در پایین ترین سطحش طبیعتاً این درست است. هرچند ثابت بودن و یا مشخص بودن حد و حدود این فضا در دوران مدرن کاملا تثبیت شده است، در دوران قدیم خیلی سیال بوده، به این خاطر هم هست که فرضاً لفظ حدود در مورد مرز در دوران قدیم به کار می رفت، چون این مرزها مانند امروز اصلا مشخص نبودن که یک خط مستقیم و راست مشخصی باشه. ولی در پاسخ به اون سوال اصلیتون، من معتقد هستم که ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی مفهومی است که کاملا متعلق به اندیشه مدرن سیاسی است و خیلی خلاصه معنیش این است که جنبش‌های ملی‌گرایی یا ناسیونالیستی و همچنین ایدئولوژی ناسیونالیستی و یا ملی‌گرایی خواهان انطباق مرزهای قومی نژادی بر مرزهای سیاسی هستند، که در واقع تعریف خیلی کوتاه دولت ملت یا دولت مدرن هست. اگر از این منظر مشخص، به این معنای مشخص به مسئله نگاه بکنیم، طبیعتاً قدمت ناسیونالیسم خیلی کم هست. بله. کاملا متفاوت هست با مسئله میهن پرستی. هرچند من شاید کلمه میهن دوستی رو ترجیح بدم، چون افراد ممکنه میهنشون رو دوست داشته باشن، الزاماً تا حد پرستشش نرن. بین میهن دوستی یا وطن دوستی و میهن پرستی ولی تفاوت هست، نه درجه اینها متفاوت هست، چنین نیست؟ یعنی کاملا برمیگرده به نکته‌ای که ایشون گفتن، که من یه زاویه‌ای با این نکته دارم با عزتون، چون فرض زاویه که اختلاف نظره. بله. مؤدبانه. بله. نه اختلافی زاویه است. بله. ناسیونالیسم تنها با احساس نژادی قومی تعریف نشد، یعنی همه جریان‌های ناسیونالیستی از جمله ناسیونالیسم ایرانی صورت قومی نژادی نداشته. در برخی از نقاط جهان مانند ایالات متحده آمریکا و ایران جنبه خاکی داشته، یعنی یک قوم و یک نژاد بیان یک احساس ناسیونالیستی نبوده. ایران نمونه برجسته اون هست. مردمانی از تیر و تبارهای کاملا گوناگون، نزدیک به 900 تیر و تبار ایلیاتی و تیرهای قومی، زبان‌های گوناگون، وقتی که موضوع پیدایش ایران مدرن از در جریان به هر حال تحولات مدرنیته به ایران میرسه، همراه میشه با اون تاریخ فرهنگی، احساس فرهنگی و تاریخی ایران به عنوان یک پدیده تاریخی یا پدیده فرهنگی، و تبدیل می شود به این احساس ناسیونالیسم ایرانی که هیچ جنبه مهاجم و قومگرایانه نداره. من حتی بارها گفتم ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد میشه، یعنی جز آقا خان کرمانی و میرزا ملکم خان دیگر شارحان و پایه‌گذاران ناسیونالیسم ایرانی از قفقاز و آذربایجان برخواستند. بله، آخوندزاده. آخوندزاده و دیگران. و در نتیجه ما با یک پدیده ناسیونالیسم واحد در دنیا روبرو نیستیم. مثلا ناسیونالیسم آلمان کاملا جنبه نژادی داشته، یعنی آلمانی بودن مبنای ناسیونالیسم آلمان هست. به همین دلیل هم اصل بازگشت خیلی مورد احترام هست. آلمانی تباران حتی یک چهارم خونشون آلمانی باشه میتوانند به آلمان بازگردن. ما اصلا در تاریخمون این نوع بحثا رو نداشتیم. بله، به این ترتیب به مورد ایران نشان نقض اون تعریف ناسیونالیسمی که شما گفتید، اونجوری که آقای امینی میگن؟ نقضش نیست، چون اون جنبه گفتم که مرزهای سیاسی و فرهنگی نژادی متوقع میشن. خب جنبه سیاسیش طبیعتاً در به خصوص گفتمان مدرن مسئله جغرافیا و زمین و ارض رو در بر میگیره. ولی خب من موافق هستم که ناسیونالیسم همشون یکی نیستن و این کاملا در واقع مرسوم است که به این اعتقاد هست در علوم سیاسی که بسته به شرایط درخواست همچین انطباقی میتونه جنبه خیلی رهایی بخش داشته باشه. شما دوران استعمار رو فرضاً نگاه بکنید، ناسیونالیسم هایی که در کشور مستعمره ایجاد میشن فی نفسه در واقع خیلی مترقی بودن و اینجوری هم بهشون نگاه میشه. ولی در مورد آلمان خب این همچنان که گفته شد متفاوت هست، ولی اون ناسیونالیست در واقع چیزای دیگه هم درش اضافه شده که الزاماً از تاریخ خود آلمان هم اتفاقاً برخواسته نیست. آلمان خودش در قرن 19 میدونیم که اصلا متحد شد، 2500 پرینسیپالیتی متفاوت بودن که حتی زبان مشترکی هم نداشتن. و این مسئله شوونیسم که میتونه بر جنبش‌های ناسیونالیستی هم اضافه بشه، اون یک در واقع یک پروسه جدید رو ایجاد میکنه. بله. ولی اون در اون معنای اون خیلی وسیعش من فکر کنم همشون این عنصر رو دارن، ولی میتونن عناصر دیگری هم در بر بگیرن که الزاما در مورد ایران صادق نباشه. به تفاوت ناسیونالیسم نوع ایرانی با انواع دیگه خواهیم پرداخت. فکر میکنم در همین حد این بحث رو نگه داریم قبل از اینکه به مخاطبان بریم. از خانم حدادی سوالی بگیریم.
ممنون. تا حالا من به صحبت‌های هر دو نفر شما گوش دادم، پس هیچ کدوم یک معنای یک وجهه اجتماعی برای میهن پرستی قائل نشدیم، به خاطر اینکه تا الان ما بحث ناسیونالیسم کردیم که ناسیونالیسم چه تفاوتهایی داره در کشورهای مختلف. خوب. ولی از میهن پرستی چشم پوشیده شد، میهن پرستی فقط به عنوان یه احساس تعلق بیان شد. خوب. من میخوام ببینم که آیا دامنش همینه یا نه جلوتر میره و یه وجهه اجتماعی به خودش میگیره. پس از پیدایش دولت‌های مدرن ملی و امروز به ویژه با پیدایش دولت‌های بزرگی که به خاک دیگران، به منابع زیرزمینی دیگران، به سیاست‌های کشورهای دیگر دخالت دارن، شرق و غرب فرق نمی‌کنه و حتی در حوزه منطقه‌ای، ما با یک احساس میهنی یا میهن دوستی، میهن پرستی، هر چی اسمشو بخواید بگذارید، مشترک میان شهروندان روبرو هستیم که بیشتر با منافع ملی ارتباط داره. دیگه بحث ناسیونالیسم مفهوم کلاسیک کلمه نیست، ارتباط داره، این همه ریشه در همون برای پدیده اجتماعی داره، ولی احساس این که ما برای یک چیزی داریم مثلا به نام ایران و این ایران متعلق به ما ایرانی است، مثلا در مورد جنبش ملی شدن صنعت نفت یا همین امروز در بحث غنی‌سازی هسته‌ای در میان خیلی از ایرانیان شکل گرفته و دولت‌ها هم البته به این میدان میدن. معمولا نیروهای اجتماعی هستند که میان و میهن پرستی یا میهن دوستی فردی رو به یک جریان اجتماعی تبدیل میکنند، برمیانگیزند برای منفعتی که این منفعت میتواند مثبت باشه مثل جریان ملی شدن صنعت نفت، میتواند منفی باشه مثل غنی سازی یا اتمی شدن حق طبیعی ماست، بحثایی که امروز در کشور با وجود داره. معمولا یک حزب یا یک نیروی اجتماعی یا یک دولت احساس فردی علاقه به میهن رو یا میهن دوستی رو که من بر میهن پرستی بیشتر ترجیح میدم، این رو بر میانگیزن و تبدیل به یک جریان اجتماعی میکنن که میل پیدا میکنه به سوی اون ناسیونالیسمی که پیشتر ازش صحبت کردیم. آقای متین، دو بار آقای امینی گفتن که میهن دوستی رو به میهن پرستی ترجیح میدن، ولی آره در کنه میهن دوستی تمایل به سمت میهن پرستی شدن وجود نداره؟ این در واقع این پتانسیل درش هست و بخشی از کار ایدئولوژی های مدرن ناسیونالیستی در واقع همین هست که اینو تا سرحد یک شیفتگی که به قول بندیکت اندرسون آدم ها حاضر باشن به خاطرش کشته بشن و بکشن، این مسئله هست که خب بخشی از کار ناسیونالیسم هست. ولی من فکر میکنم در پاسخ به سوالی که پرسیده شد، ناسیونالیسم بدون میهندوستی نمیتونه در واقع اون کارکردش انجام بده، ولی میهندوستی میتونه ناسیونالیستی نباشه، یعنی این دوتا لازم و ملزوم نیستن. ولی من میخوام به صحبتهایی که امینی گفتن یک چیزی رو اشاره بکنم که این خود میهن در این دو کلمه میهندوستی یا میهنپرستی، خود معنای میهن چیز ثابتی نیست تاریخاً. بخشی از کار ناسیونالیسم این است که این میهن رو حد و حدود تاریخیش رو و حتی جغرافیاییش رو باز تعریف میکنه. شما فرض بکنید اگر در چالدوران دولت صفوی شکست نمیخورد و مثلا امپراتوری عثمانی به ستاره ایران در میومد و یا مثلا ایران از روسیه شکست نمیخورد و قراردادهای ترکمنچای گلستان منعقد نمیشد، ما حتی امروز هم داریم کسانی که معتقد هستن مثلا گرجستان بخشی از ایران تاریخی هست. یا کشورهای فارسی زبان همجوار ایران. به این معنا خود میهن پرستی حتی در سطح فردیش در دوران مدرن از شکل پیدا کرده، روند دگردیسی درش ایجاد میشه، چون این ایدئولوژی های ناسیونالیستی مدرن مدام بسته به شرایط سیاسی و جغرافیایی و بین المللی مشخص اسطوره سازی و یا افسانه سازی تبار گذشته، تاریخ گذشته متفاوتی رو در واقع در دستور کارشون قرار میدن. اجازه بدید ببینیم آقای زرین‌آباد چه سوال دارن. آقای امینی میگن نیروهای اجتماعی باعث تحرک میهن پرستی یا میهن دوستی میشن، که من فهم میکنم نه، همون ناسیونالیسم نیروهای اجتماعی نمیشن، روشن فکران باعث این تحرکات میشن، یعنی جامعه رو، نیروهای اجتماعی رو تحریک میکنن که به سمت ناسیونالیسم برن. این توی تاریخ هم به هر حال مشاهده کردیم. اما شما در مورد منظورتون از روشن فکران در واقع نخبگان سیاسی، نخبگان سیاسی و فرهنگی یک جامعه هستن، چون اینو از این جهت خواستم تذکر کنم که یکی از بینندگان ما نوشته بود که چرا تو این برنامه شما همه کاسه‌کوزه‌ها سر روشن فکران شکسته من میشه. این نخبگان، شما منظورتون نخبگان سیاسی و فرهنگی هستن که نیروهای اجتماعی رو به سمت تحرکات ناسیونالیسمی تشویق میکنن،
یعنی خود نیروی اجتماعی عملا فاقد این ابزار هست که به سمت میهن پرستی سوق پیدا بکنه. چون وقتی آقای امینی گفتن که هویت یک ملت خاک اون ملته، خب آیا اون چیزی که از هویت اون ملت اون خاک برآمده میشه فرهنگ، سنن، آداب رسوم هست که به یک ملت هویت میده. حالا به قول جناب آقای متین، گرجستان یه روزی بخشی از خاک ایران بود، الان شما اگه برید ببینید سنن و آداب و رسوم و فرهنگشون با ما تقریبا یکیه، نزدیک به ماست. آیا همین هاست که به ملت هویت میده یا نه بازم اون میهن پرستی و خاک هست که به ملت هویت میده؟ من عرض ندارم خاک مبنای هویت ملیه. گفتم ناسیونالیسم در درازای تاریخ، در فرایند پیدایش ناسیونالیسم، ما دو مدل ناسیونالیسم داشتیم، ناسیونالیسم خاکی و ناسیونالیسم خونی. به این معنا که ناسیونالیسم خونی بر نژاد، قوم و یک دست بودن مردم پافشاری میکنه، مثل ناسیونالیسم آلمانی به خصوص در قرن 19. بله. ناسیونالیسم خاکی به این سرزمین و باشندگان سرزمین که احتمالاً از تیر و تبارهای گوناگون هم هستن نگاه میکنه، که یکی از برجسته ترین نمونه های مدرنش پیدایش ایالات متحده آمریکا است که مردمانی از پیشینه‌های کاملا متفاوت بر سر مالکیت این خاک با بریتانیا که خود اون هم کشوری بود از واحدهای متفاوت درگیر شدن. جالب اینجاست که زبان هر دو، در واقع دو تا فامیل با هم درگیر شدن، فامیل هم نیستن، چون درسته که زبان انگلیسی رو انتخاب کردن. نه، آیلندیا از... توی آمریکا بودن که رفتن، فرانسوی بودن، ایرلندی بودن، آلمانی بودن. اون 12 ایالتی که مستقل شد اغلب آیلندی بودن. ولی نکته‌ای که شما فرمودید و فکر کنم باید بهش توجه کرد که فقط نخبگان جامعه، نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه، اینها برانگیزندگان جریان‌های احساس میهن پرستی به یک جریان اجتماعی هستند. همواره چنین نیست، یعنی در بسیاری موارد کشورهای مختلف جهان بوده که افرادی که از میان خود مردم در جامعه، مثلا در فرانسه در جریان برخواستن فردی مانند ژان دارک، یکی از نخبگان جامعه نیست. ولی بعد میشه دیگه. خب بله بعد میشه. حتی نادرشاه افشار یه فرزند پیردوزی است که پوستیندوزی است که اصلا جزو نخبگان حتی افشار هم به شمار نمیاد. بذارید این به شکلی یه سوال از آقای متین بپرسیم که آیا میشه گفت احساس میهن دوستی به گفته ایشون یا میهن پرستی یک پدیده وسیع اجتماعی، ولی ناسیونالیسم بیشتر یک نظریه است که توسط نخبگان فکری و سیاسی شکل پیدا میکنه و غالب میشه بر اون احساس میهن دوستی، برای بستر ساختن برای اون احساس میهن دوستی؟ من موافق هستم به این معنا که این در واقع اون تمایز بین میهن دوستی و ناسیونالیسم که در ابتدا ما درش تمرکز کردیم رو نشون میده. این معنا که این احساس تعلق به اون فضا، اون جغرافیای مشخص که فرد رابطه مستقیمی باهاش داره، همیشه در واقع خمیرمایه جنبش ناسیونالیستی یا ایده ناسیونالیستی است، ولی معناش در روند همون جنبش تغییر میکنه. و این که چرا الیت یا نخبگان و یا تحصیل کردگان ظاهرا همیشه ولی نه اغلب ولی نه همیشه در این جریان ناسیونالیستی شکل دخیل هستن دلیل داره، و اون دلیلش فکر کنم ما رو میرسونه به اون بحث جهانی شدن و روابط بین الملل و ناسیونالیسم. این دلیلش خیلی ساده است به نظر من، به این معنا که بنا به موقعیت کاریشون نخبگان جامعه همیشه در تماس با فرهنگ‌های دیگر، با ناسیونالیسم‌های دیگر، با دول دیگر هستند، چه از طریق زبان اگر فقط روشنفکر رو نگاه بکنیم، چه اگر سیاستمدارانی هستن که اصلا کارشون مراوده است، دیپلماسی است و این گونه برخوردها در زندگی روزمره‌شون دخیل است. این نوع برخوردها وقتی که تمایز و اکثرا نه تنها تمایز بلکه نابرابری توسعه اقتصادی سیاسی اجتماعی رو در سطح جهان به این در بیان این نخبگان در واقع به منصه ظهور میرسونه. شما فرض بکنید که احساس یک دولتمرد ایرانی در قرن 19 هم به فرانسه و انگلستان سفر میکنه، از مقایسه کشور خودش با هم کشور پیشرفته تر چه خواهد بود؟ بخشی از این احساس سرخوردگی، احساس عقب افتادگی، عقب ماندگی که در گفتمان امروز ایران خیلی جا افتاده هست، شما اینو در آلمان هم میبینید. بله. اتحاد آلمان ناشی از بخشن از احساس عقب ماندگی از انگلستان بود، فرانسه هم همینطور. بله. و این اگر اجازه بدید تمام بکنم، این احساس نابرابری ببخشید نابرابری در عرصه توسعه و اقتصاد اکثرا
راه حلش از دید این نخبگان این هست که دولت ملت مدرن پلتفرم یا زمینه این غلبه شدن بر رقماندگی است. یعنی این در تمام ناسیونالیسم‌های مدرن در واقع اصل ما اگر ماجرا رو نگاه بکنید در کنش مسئله توسعه نهفته است، الزاماً فرهنگ و نژاد نیست. فرهنگ و نژاد و زبان و خاک در واقع ابزاری هستند برای ساختن یک دولت مدرن که در واقع بهش نگاه میشه به عنوان نسخه عقب ماندگی در اومدن. شما برای این استدلالتون یک کشوری نام بیارید که همچین اتفاقی افتاده، یعنی از این طریق تونسته به توسعه راه پیدا کنه؟ آلمان. مثلا یه سوال از خانم حدادی بگیریم ببینیم تا حالا من متوجه شدم که نمیدونم میخوام ببینم نظر شما همینه. تاریخ نگری میتونه یه فرق مشخصتری بین میهن پرستی یا میهن دوستی و ناسیونالیست بذاره و مطلق گرایی. اینی که توی ناسیونالیست یه فرهنگ یه تاریخچه ای از اون کشوری که تو ذهنشون هست، حالا ایران، فرانسه، یه تاریخچه قبلی هست و همه رجوع میکنن به اون تاریخچه و یه الگویی دارن، ولی توی میهن پرستی به حال و وضعیت اون زمان حال اون سرزمین نگاه میشه. میخوام ببینم نظر شما چیه. در اون میهن دوستی هم عناصر تاریخی شرکت داره. مثلا اینکه ایرانی ها به هم که میرسن میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، این تصور نادرست تاریخی است که گویا ما همه چیزهای نیک جهان در ایران بوده. یا مثلا در یونانی ها این احساس که هر چیزی، هر واژه‌ای که در یک زبانی به کار میره یه ریشه یونانی داره یا کوشش. ولی آقای امینی یه نکته خیلی نقضی در سوال ایشون هست و فکر میکنم اون قابل مکسه که منظورش اینه که به نظر میاد ناسیونالیسم یک روایت درست میکنه از این احساسات پراکنده ای که از این احساساتی که در گفتهای پراکنده ای مثل اینکه مثال زدید هنر نزد ایرانیان است و بس میشه دیدش. یعنی ناسیونالیسم همه اینها رو میاره تبدیل به یک روایت میکنه و بر اساس این روایت یک تاریخ میسازه، در صورتی که در میهن پرستی عموم مردم ضرورتا این روایت یک دست و شسته رفته نیست. درست صحبتتون، ولی ناسیونالیسم هم مراحل داره. یعنی ما با پیدایش ناسیونالیسم به عنوان جنبش اجتماعی و تکامل اون به صورت ناسیونالیسم دولتی روبرو هستیم. هنگامی که ناسیونالیسم صورت دولتی پیدا میکنه که در ایران کرد، یعنی یک به هر حال مدل فکری میشه که دولت داره توضیح میده که ناسیونالیسم ایرانی چیست. بله. تفاوت داره با اون چیزی که از پایه در میان نخبگان جامعه به عنوان یک احساس هویت ملی، پیدایش دولت مدرن ملی و ضرورت به هر حال اینکه یک نخ تسبیحی این دانه های پراکنده رو به هم وصل کنه و به ما صورت ملت بده، صورت ملت مدرن بده. یه تفاوت هایی بین اینها وجود داره، ولی درست میفرمایید احساس میهن دوستی بیشتر به حال و آینده ارتباط داره و ناسیونالیسم این رو تبدیل به یک روایت با یک تاریخ و گذشته و افسانه ها و چیزهایی که برامش مربوط هست. میشه گفت که اونها که در قدرت هستند و اونها که اپوزیسیون قدرت هستند دو روایت ناسیونالیستی مختلف ارائه میدن برای اینکه طرفداران خودشون رو به برتری اون اقناع کنن. اگر کماکان ما منظورمون در یک واحد زبانی نژادی فرهنگی واحد باشه، به این معنا فکر نمی کنم در تبار شناسی مفهوم ناسیونالیسم اختلاف داشته باشن، بلکه یک جنبه دیگر ناسیونالیسم رو عمده می کنن و اون جنبه دموکراتیک ناسیونالیسم است. به این معنا که ایده ناسیونالیسم یا دولت یا ملت به معنای مدرن اصلا مبناش برابری سیاسی افراد هست. نه، اگر برابری سیاسی نباشه خب طبیعتا معنای وفاداری به یک واحد سیاسی به نام ملت معنا پیدا نمی کنه. در اون واقع است که مسئله دموکراسی در واقع می تونه عمده بشه بین اپوزیسیون ناسیونالیست و حکومت ناسیونالیست. خیلی کوتاه. هرچه دولت‌های ملی دموکراتیک‌تر باشند، احساس میهنی یا احساس ناسیونالیسم در میان مردم با آنچه که دولت از ناسیونالیسم ترسیم می‌کنه نزدیک‌تر میشه. هرچه غیر دموکراتیک‌تر باشه، این دو روایت متفاوت کاملاً برای اینکه دولت بر اساس اینکه منافع دولت چیست ناسیونالیسم رو توضیح میده، در حالی که جامعه کاملا میتونه برداشت متفاوتی داشته باشه. بحث ناسیونالیسم و میهن دوستی رو ملموس‌تر بکنیم. در طول تاریخ به ایران تهاجمات زیادی انجام شده. جنگ ایران عراق هم یکی از همین جنگ ها بود که 8 سال طول کشید و تکی از خاک ایران جدا نشد. در این جنگ اونهایی که جنگیدن با اعتقادات مذهبی جنگیدن، نه ناسیونالیسم و میهن دوستی، و خاک ایران جدا نکرد. اما در قبل از اون تحرکات ناسیونالیسمی بود که
کشور رو حتی تهاجم شد و جدا شد بخشی ازش. آیا شما فکر نمی‌کنید ناسیونالیسم، من در ایران رو میگم، بیشتر فریب افکار عمومی است تا یک واقعیت تاریخی؟ نه فکر نمی‌کنم فریب افکار عمومی است. با ارزیابیتونم موافق نیستم. به خاطر اینکه جنگی... همین امروز توی همین ایران امروز می‌بینیم یک جریانی میاد از داستان میهندوستی برای گرفتن قدرت استفاده می‌کنه، در حالی که پیشینش نشون میده که اصلاً همچین اعتقاداتی نداره. برید اتفاقا یعنی با ارزیابی تو موافق نیستم، اگه اجازه بدید. خواهش میکنم. یعنی اولا پیدایش دولت کنونی، بله پیدایش دولت کنونی ایران اصلا بر پایه احساس ناسیونالیستی نبود. اصلا ویژگی دولت کنونی ایران در این هست که هویت ایرانی رو تجدید تعریف کرد، یعنی گفت هویت ایرانی ایرانی نیست، اسلامی و شیعی است. و در این تجدید تعریف اگر جنگ ایران عراق رو نداده بود شاید بیشتر موفق میشد. برخلاف ارزیابیتون من معتقدم جنگ ایران عراق موضوع رو برگردون سر موضوع هویت ایرانی، یعنی ظاهرا این بود که ما میخوام تجدید تعریف کنیم هویت رو، ولی این احساس وفاداری به این سرزمین هست که خیلی‌ها رو که حتی مخالف این حکومت بودند به پشتیبانی از سرزمین ایران کشون. نکته مهمیه این چیزی که آقای امینی گفتن، جنگ ایران و عراق بار دیگر احساسات ناسیونالیستی رو شعله ور کرد و مانع از گسترش اون روایتی شد که نظام حاکم میخواست آروم آروم مستقر کنه و خود نظام حاکم هم عملا افتاد شاید به دنبال این احساسات ناسیونالیستی و از اون استفاده کرد. به این ترتیب ما یه تعاملی میبینیم بین گفتمان مذهبی و گفتمان ناسیونالیستی یا ملیگرایی. آیا جنگ ایران و عراق یه مقطعی نبود که نشون داد که گفتمان ناسیونالیستی دوباره بعد از یه مدت کوتاهی خواهناها غلبه میکنه بر گفتمان مذهبی؟ بله، من معتقدم گفتمان ناسیونالیستی هیچگاه در واقع به تمامی از ایران حتی در بعد از انقلاب هم رخت بر نبست. اتفاقا شما نگاه بکنید تئوریسین‌های عمده جمهوری اسلامی من جمله مثلا آیت الله مطهری کتاب مشهوری دارن، خدمات متقابل ایران و اسلام. شاه هم هیچ وقت رسما مثلا از اسلام یا تشیع که ابراز براءت نمی‌کردن یا نکردن نمی‌کرده، ولی در این تعامل بین گفتمان ناسیونالیستی و گفتمان مذهبی ما تنش می‌بینیم دیگه. ببینید در تاریخ ایران دست کم در مورد ایران ما با دوران‌های روبرو هستیم که یک دولت ملی و عرفی، دولت غیر دینی، از مذهب برای پیشبرد منافع ملی استفاده میکنه. مثلا فتوایی که از علما میگیرن برای آغاز جنگ اول ایران و روس. بله. برای چی میگیرن؟ برای اینکه خانهای قفقاز از راه دینی به پشتیبانی از سپاه ایران بپردازن. نقطه مقابلش هم داریم که یک دولت دینی برای پیشبرد منافع دولت دینی از احساس ناسیونالیستی مردم استفاده میکنه. در هر دو مورد از این بهره برداری است که مورد بحثه. مثلا امروز یک دولت دینی در ایران از اینکه به هر حال حق طبیعی ما غنی سازی است، ما ایران هستیم، کوروش و داریوش اینا دوباره برگشتن، بهره برداری میکنه یک پروژه ایدئولوژیکی که با حکومت دینی ارتباط داره رو پیش ببره. این تفاوت ها رو در تاریخ ما باید ببینیم. بله، ضمن اینکه عکسش هم هست دیگه. بله. آقای متین اشاره کردن مثلا محمد رضا پهلوی قبل از اینکه ایران رو ترک کنه در پیامش گفت که کاری نکنید که تنها نظام شیعی که شاهنشاهی بر بیفته. این در واقع داشت که این داشت تکرار میکرد سخنی که آستابالحسن اصفهانی و آقای بروجردی سالها در دفاع از کارهای دولت‌های بر خودکامه شاهی در ایران گفته بودند، که درسته که اینها خودکامن. بله. درسته که کار ولی دولت تنها دولت شیعه هستند. بله. و بنابراین باید از این در واقع حرف اونها رو تکرار کرد. بله. آینده مفهوم میهن پرستی و در یه مقاطع دیگه ناسیونالیسم تو جامعه مدرن جهانی چجوری میبینید؟ با تعریف جامعه مدرن جهانی و جهان وطنی و تعلق و اینکه انسان هویت خودش رو در برابر بقیه انسانهای دنیا میگیره، داره به اون سمت شکل پیش میره، شما این آینده رو چجوری میبینید؟ من فکر کنم گلوبالیزیشن در آغاز کار در این مرحله که ما هستیم به رشد ناسیونالیسم کمک کرده، یعنی یک نوع
حالت تدافعی در میان واحدهایی که پیشتر وجود داشته و این اقتصاد گلوبال و عصر فراصنعتی، دوران به هر حال عصر اطلاعات، اینها رو داره به هم نزدیکتر میکنه. واکنش اولیه در واقع احساس ناسیونالیستی است، مانند همین موقعیتی که دولت بریتانیا در مقابل پیوستن یا نپیوستن به اروپا داره، اتحادیه اروپا داره. ولی در پیامد اون واقعیت این است که ناسیونالیسم کمرنگ خواهد شد. یعنی ما با این واقعیت روبرو خواهیم بود که برمیگردم به بحث درستی که ایشون مطرح کردن که یکی از پایگاه‌های پیدایش ناسیونالیسم احساس توسعه است. احساس به هر حال سرخوردگی از این است که چرا ما از دیگران عقب‌تر هستیم. اصلا ایران در ناسیونالیسم ایرانی این گونه متولد شد. در این زمینه اون وقت برای اینکه به یک زمانی در واقع توسل به دولت ملی راهی بود برای جلوگیری از عقب ماندن، در فرایندی که امروز بشر باش روبرو هست، ما بحران و مشکلات یک یک کشورها رو جز از راه پیوستن به یک جامعه گلوبال نمیتونیم حل کنیم و این باید پیامی باشه که به مردم ایران هم داده میشه که بله، ما یک مردم هستیم، پیشینه داریم، تاریخ داریم، احساس ملی داریم، احساس حتی ناسیونالیسم داره، وجود داره، میهن پرستی هست، ولی بغرنجی های ایران در درون ایران فقط حل نخواهد شد. معنی حرف شما آقای امینی این است که بین میهن پرستی و شهروند جهانی بودن ضرورتاً منافاتی وجود نداره. اصلا در جامعه مدرن دنیا که دیگه مبنای تعریف ما از حقوق دموکراسی به مفهوم مونتسکیو نیست، بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر است، این حقوق فراملی است، این حقوق فراسرزمینی است، فرادینی است و بنابراین می توان میهن دوست بود و در این حال حقوق رو کاملا. به نظر شما آقای متین، اون چه که اتفاق میفته در عمل واقعا همراهی و هماهنگی احساس میهن دوستی یا میهن پرستی است با شهروند جهانی بودن و به گفته ایشون انسان جهانی بودن، یا اینکه این دوتا یه مناسبات تنش‌آمیزی دارن؟ البته این از این رابطه ما ناسیونالیسم رو حذف کردیم. بین ناسیونالیست بودن و جهانی بودن و بین میهندوست بودن و شهروند جهانی بودن یکم متفاوت هست. یعنی میهندوست بودن و شهروند جهانی بودن کاملا ممکن هست، ولی ناسیونالیسم و شهروندی جهانی با هم، بله، همین در همین اتحادیه اروپا هم اگر شما پاسپورت نداشته باشید به صرف انسان بودن شما راه نمیدن. خب هرچند حقوق بشر جهان شمول هست و بر سرش کشورها هم اشغال میشن و مردمان هم کشته میشن، خود کشور اروپایی شما پاسپورت معتبری نداشته باشید یا ویزا نداشته باشید اجازه نمیدن. به این معنا حتی کنار اومدن کشورهای متعدد در یک واحد سیاسی بزرگتر مثل اتحادیه اروپا که در واقع موفق ترین تجربه است در جهان تا حالا، به نظر من اگر در یک تاریخ طولانی تر نگاه بکنید دلایل متفاوتی داره. یعنی الزاما از خود روند جهانی شدن ساخته نمیشه. شما اگه با حساب فرو افتادن تهدید اتحاد شوروی که در اون دوره کشورهای اروپایی محتاج حمایت چتر حمایتی ایالات متحده بودن، اینها در واقع اختلافات موضعی و یا تاریخیشون رو کنار گذاشتن بنا به دلایلی که منافع عمیق‌تر و وسیع‌تری داشتن. الان که این تهدید نیست، همچنان که می‌بینیم در جریان بحران مالی اخیر اتفاقا کشورهای اروپایی متفاوت دارن راه متفاوت خودشون رو میرن، حتی انگلستان می‌خواد از اتحادیه اروپا هم خارج بشه. یعنی می‌بینیم که مفهوم دولت ملت و اینکه منافع ملی در قالب دولت ملت واحد به بهترین وجه میتونه پیگیری بشه کماکان بسیار ریشه دار و قوی هست. ولی در سطح خیلی کوتاه میخوام از شما جواب بگیرم، با آقای زرین آباد باید بفرستیم، ولی در سطح احساس فردی ما داریم صحبت میکنیم. اجازه بدید، در سطح احساس فردی آیا اونچه که میهن پرستی نامیده میشه با اونچه که شهروند جهانی بودن نامیده میشه، اینها واقعا با هم میتونن همخوان و هماهنگ حرکت کنند؟ به نظر من ما چیزی به عنوان جهان که خارج از افراد باشه وجود نداره. این جهان در واقع از به هم پیوستن این تفاوت هاست دیگه. به این معنا میشه یک سری ایدئال ها که بنا به شرایط مشخصی از طرف بخش قابل توجهی از مردمان دنیا پذیرفته شده طرف بهش وفادار باشه. مثلا امروز این یکی از این مفاهیم مثلا دموکراسی هست یا تا حدودی حقوق بشر، ولی میشه که این دو تا رو داشت. میشه به در واقع یک سری چیزهای عمومی وفادار بود ولی به چیزهای مشخص هم وفادار بود. بله، این سوال رو وسیع‌تر میکنم. ببینید مثلا الان مرزهای جهانی در نوردیده و مهاجرت‌های بیشماری شروع شده و مثلا فرزندان ما در این کشور به دنیا میان و بعد نواهای ما هم در این دنیا، اینا چطور میتونن این ناسیونالیسم و میهن پرستی خودشون رو و اون هویت ایرانی بودن خودشون رو حفظ کنن؟
مثلا 40 سال دیگه. چرا فکر میکنید که باید حس بکنن؟ ببینید ما بحثمون راجبه ناسیونالیسمه، راجبه میهن پرستی است، میهن دوستی است. من الزام نمیبینم که باید حفظ کنه. به نظر من دو حوزه رو باید از هم جدا کنیم برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. حوزه حقوق از حوزه منافع. ما دارای منافع ملی هستیم. من به عنوان یک ایرانی و حتی به هر حال کسی که در خارج از ایران زندگی میکنه یک منافع ملی ایرانه. ببین جناب امینی، من معذرت میخوام تموم کنم. آخر این منافع ملی خودش جای بحث داره، چون یک ایرانی که اینجا زندگی میکنه و اینجا متولد شده 40 سال دیگه چه منافعی تو ایران داره؟ 40 سال دیگه نه، اجازه بدید امروز دارم صحبت میکنم. فرزندان من یا نوه های من اگر اینجا زندگی کنن و به احتمالاً همسر خارجی بگیرن، همسر به تدریج کم رنگ خواهد شد. دقیقاً تبدیل میشه به حافظه. من یکی از فرزندانم نیمه آلمانی است و بنابراین هم ممکنه علاقمند به فرهنگ آلمان باشه، هم علاقمند به فرهنگ ایران و چه بسا علاقمند به هیچ یک از این دو فرهنگ نباشه. من در مورد ایرانیان صحبت میکنم. ما داره یه رشته منافع ملی هستیم. حقوق با منافع ملی ضرورتاً یکی نیست. یعنی حقوق فراملیست. بحث حقوق در دنیا امروز این استش که یک زن در ایران یا در بیافرا دارای حقوق برابره، حقوق فراجنسیتی، فراملی، فراقومی، فرازبانی و فرا آیین و دینی. این بحث چیره جامعه بشری است، چون در کنار گفتمان احساس میهن پرستی ما با پارادایم انسان که گلوبال داره میشه روبرو هستیم. یعنی انسان امروز انسان گلوبال هست، انسان جهانی شده، انسان جهانی شده است و در نتیجه این تضادها به طور درست گفتنشون، این تضادها در یک ما و در جامعه سوالای زرین آباد خیلی خلاصه من دوباره تکرارش کنم اینه که همین انسان جهانی شده از نظر ایشون ممکنه احساسات میهن دوستانه کم رنگ تری داشته باشه. نسبت به طبیعی هم هست، اینم هست. اصلا من حتی داخل خود ایران رو میگم، ما تا موقعی که مردم در سرزمین مادری خودشون مثلا در اردبیل زندگی میکنن یه رشته وفاداری ها به اون زبان و فرهنگ و غیره دارن، مهاجرت میکنن همسری از شیراز میگیرن، فرزندان اونها نیمه شیرازی نیمه اردبیلی است، کم رنگ تر. آینده این میهن پرستی کلا کم رنگ تر بشه، میگن که چه نیازی بهش هست. اجازه بدید ببینیم آقای متین نظرشون که باقی میمونه چنین. آقای متین چنین هست و چنین هویت انسانی جای هویت ملی رو میگیره؟ واقعا چنین میشه گفت؟ نمیگیره، به این دلیل که ما در این بحث من کاملا موافقم با مطالبی که گفته شد، ولی باز میهن دوستی با ناسیونالیسم متفاوت است. به این معنا که کم رنگ شدن میهن دوستی در میان افرادی که به مناطق مختلف میرن یا در تماس با فرهنگ‌های دیگری قرار میگیرن الزاما به معنای کم رنگ شدن دولت مدرن نیست. چرا که در هرچند در سطح جهانی این بحث مطرح است، ولی نهایتا عامل اجرایی این حقوق کماکان دولت ملت انگاشته میشه. یعنی دولت ملت یا دولت مدرن چون بر جای خود ماندگاره، احساسات ناسیونالیستی یا احساسات میهن پرستانه بر جای. آیا این معنیش اینه که دولت های مدرن واقعا تنها ابزارها و عوامل جاری ساختن یا زنده نگه داشتن احساس ملی هستند و میهن دوستی؟ کافی است به بازی فوتبال جام اروپا نگاه کنید. داخل همین اروپای واحد ببینید بر سر اینکه آلمان ببره یا اسپانیا چه جنجالی به پا میشه. بله. و حتی زد و خورد میشه. خانم حدادی اگر که امکان داره لطفاً تفاوت ناسیونالیست ایرانی با بقیه ناسیونالیستایی که یا ناسیونالیسم ها منظورتونه؟ بله، تفاوت ناسیونالیسم ایرانی با بقیه ناسیونالیسم های دیگه که توی دنیا دیده شده چه جوری تعریف میکنید؟ در آغاز صحبت که شما صحبتتون رو اینجوری اصلا شروع کردید، در آغاز صحبت نکته‌ای رو آقای متین به درستی اشاره کردن که بسیاری از جریان های ملی، ایجاد دولت های ملی ارتباط با پروژه توسعه داشته. همه نداشته ولی بسیاری داشته. در مورد ایران اصلا احساس ناسیونالیسم ایرانی با پس از شکست ایران در جنگ های دوم ایران روس آغاز میشه. یعنی به این احساس که چرا ما عقب ماندیم، احساس اینکه ما تاریخی داشتیم، گذشته ای داشتیم، به ویژه در اون دوران ژاپن روسیه رو شکست داده بوده پس از مدتی، و اینکه چرا ایران، امپراتوری ایران از روسیه کافر شکست میخوره. و توجه کنید برای نخستین بار در تاریخ ایران بر پای یک قرارداد، بر پای یک پیمان، نه بر پای زد و خوردهای دائمی، بخش بزرگی از خاک ایران، از ایران برای همیشه، اونم حاصل خیزترین بخش ایران، از ایران جدا میشه. و نه تنها اون، یک دولت خارجی بر پایه پیمان ترکمانچای اجازه مداخله در جانشینی پادشاه پیدا میکنه که کی پادشاه بعدی بشه. این احساس
آغاز فکر مدرن در ایران هست. پاسخ بهش جنگ نیست، پاسخ بهش اروپایی شدنه، پاسخ بهش مدرن شدنه، پاسخ بهش رویاوری به خرده، به فنون هست، رفتن و درس آموختن در سرزمین های خارجی است. حتی در میان نخبگان پایه‌گذار ناسیونالیسم ایرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده خودش در قفقاز میزیسته، بحث بازگشت سرزمین های قفقاز وجود نداره. ولی در ابتدا شما ناسیونالیسم ایرانی رو شیداگونه توصیف کردید، یعنی شیدای معنی... گذشته است، شیدای تاریخی است که فکر می‌کرده پر از عظمت بوده و ایران حالا کوچک شده، ایران ضعیف شده، حالا ما باید به این ایران پر عظمت برسیم. ولی این ایران پر عظمت رو با خاک نمی‌بینه، با پیشرفت می‌بینه، با توسعه می‌بینه. آقای متین، شما یکی از در محورهای مهم پژوهشتون به من گفتید مطالعه همزمانی ناسیونالیسم و مدرنیزاسیون ایرانی است و گفتید که این همزمانی باعث میشه که ناسیونالیسم ایرانی خشن بشه. این عکس اون چیزی است که آقای امینی میگن؟ عکسش به اون معنا شاید نباشه، چون ما شاید بتونیم از ناسیونالیسم های متفاوت ایرانی صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که غالب هست به نظرم این گونه بوده که هر چقدر ما از مورد اولین تشکیل دولت ملت مدرن که در همین انگلستان باشه هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ جغرافیایی دور میشیم، روند مدرنیزاسیون یا در واقع بست روابط سرمایه‌داری و دولت ملت مدرن یا تلفیق میشن مانند مورد آلمان، یعنی همزمان هم پروسه صنعتی شدن و هم پروسه ملت سازی همزمان صورت میگیره. در انگلستان صنعتی شدن ابتدا صورت گرفت، بعد دولت ملت مدرن بر اساس روابط بازار که نیازمند زبان مشترک و بازار مشترک بود از بین رفت. کشورهای دیگه چون در واقع به چالش یا چالنج انگلستان پاسخ میدادن و اون روابط سرمایه‌داری از قبل موجود نبود، در نتیجه اونا نمیتونستن بر نیروی کیفی سرمایه‌داری اتکا بکنن، مجبور بودن که نیروهای کمیشین رو در هم به قول آقای امینی اون نخ تسبیح رو بیارن، یعنی بافته‌های جدا بافته اون جامعه رو که از قبل در واقع با هم به صورت ارگانیک متصل نبودن به هم بپیوندن. ناسیونالیست اساسا این کار میکنه. در مورد ایران این ترتیب حتی یکی هم برعکس میشه، یعنی در واقع دولت ملت مدرن به لحاظ نهادی و اداریش اول تشکیل میشه در دوران رضاخان و بعد هست که صنعتی شدن در بعد از اصلاحات ارضی و بعد از ملی شدن صنعت نفت و خب ترتیب مدرنیزاسیون و ناسیونالیسم عوض میشه. به گفته شما در ایران بله. اول ناسیونالیسم شکل میگیره به شکل دولت مدرن ملی یا دولت ملت به گفته و بعد آروم آروم زمینه مدرنیزاسیون. این چه تأثیری بر ناسیونالیسم ایرانی بله. میگذاره؟ تأثیر اساسیش این است که اولا میزان خشونت در دولت ملت سازی بسیار بالا میره، به این معنا که چون اون تماس ها و روابط تنگاتنگی که اقتصاد سرمایه‌داری بنا به ماهیتش ایجاد میکنه بین افراد و بخش های مختلف یک جامعه از وجود نداره. این افراد از هم جدا افتاده که شاید به لحاظ فرهنگی هماهنگ باشن یا شباهت داشته باشن با هم، ولی به لحاظ روابط روزانه زندگیشون و روابط اقتصادیشون در واقع رابطه چندانی ندارن با هم. اینها رو با امکان خشونت دولتی هست که با هم ترکیب میکنه، زبان واحد، نمیدونم دولت واحد، سربازی اجباری، زبان اجباری، در واقع با خشونت دولت ملت به معنای مدرنش ساخته میشه و این دولت ساخته شده هست که میشه عامل اجرایی صنعتی شدن. بله. من با این عرضوی اصلا موافق نیستم، اگه از بدید دکتوزی بدم. بله. یعنی اصولا فکر کنم اگه ما آغاز دولت مدرن ملی رو دوران رضا شاه بگیریم اشتباه کردیم. پیدایش دولت ملی در ایران مشروطه است. بله من البته با اون مخالف نیستم. ولی خب به لحاظ نهادینه شدنش نه نهادینش هم حتی پیدایش دولت ملی در ایران، پیدایش پارلمان در ایران. بله دقیقاً در اونجا اصلا اولین پارلمان اصلا خشونت درش نیست. انقلاب مشروطه، انقلاب بدون خشونتی از اولین انقلاب مخملین جهانه. حتی پس از فتح تهران انتقام گیری ما نمی‌بینیم. انقلاب مشروطه این خشونت ها به تبریز کشید. انقلاب مشروطه از سوی دیگران به خشونت کشیده شد. روسیه بود که وارد ایران شد و انقلاب ایران رو سرکوب کرد. نیروی داخلی رو ازش، نیروی داخلی مهاجم رو ازش پشتیبانی کرد و در فرایندهای پیدایش عناصر صنایع در ایران
خیلی پیش از دوران انقلاب سفید هست. یعنی ما به هر حال مسائل زندگی مدرن شهری رو به تدریج در ایران می‌بینیم که داره آغاز میشه. ایران کشوری عقب مانده و در نتیجه بسیاری از جنبه‌ای که ایشون در زمینه پیدایش صنایع بزرگ غیر میگن کاملا درست است، ولی به هر حال مثلا خود صنعت نفت در ایران که بزرگترین صنعت ایران بوده از میانه دوره رضا شاه به این سوی در واقع رشد پیدا میکنه، ولی این خشونت تنها در اون حوزه است که به موضوع امنیت و به موضوع ماندگاری دولت به عنوان نماینده ناسیونالیسم و نماینده سکولاریسم ایرانی میرسه. خیلی من کاملا موافقم، ولی همین امری که گفتی که روسیه میتونه دخالت بکنه یا دخالت کرد عملا، این خودش مبنای این شد که الیت ایرانی که اتفاقا بسیار دموکرات هم بودن در انقلاب مشروطه به حکومت رضاخان در واقع تن دادن، چرا که دولت مرکزی توانا در دفاع از ایران در واقع برای اونا به این شکل صورت گرفت که مهمترین امر هست در بعد و امر که همه جای جهان طبیعتا همه جای جهان ایجاد امنیت در ایران ناسیونالیسم. مثلا شاه عباس آمد کردها رو از مناطق کردنشین به سمت مشهد و تربت ایدری و تورجام منتقل کرد تا از خاک ایران دفاع بکنن. بله بله. در حالی که اون موقع ما این مرزها رو نداشتیم، یعنی ایران اینگونه مرزبندی نشده بود که امروز مرزبندی شده. این ناسیونالیسم در ایران بود، اما این سرحدات داشتیم دیگه. بله، مثلا هر مثلا کرمانشاه یکی اداره میکرد، خوزستان کسی دیگه اداره میکرد، اما در مجموع برای دفاع از این سرحدات مهاجرت میکردن. مثلا شاه عباس کردها رو برد اونجا. بله، این ناسیونالیسم ایرانی من فکر میکنم خیلی خیلی یک ناسیونالیسم خاص بود با ناسیونالیسمی که مثلا فرضاً در آلمان یا در انگلیس یا در فرانسه یا در آمریکا باهاش مواجه بودیم. بله، خیلی کوتاه بود. ببینید درست می‌فرمایید، یعنی ما یه زمینه تاریخی احساس ایرانی داشتیم. حتی واژه کشور یه واژه 700 سال است در گفتمان فرهنگی سیاسی ایران، جدید نیست. و حتی یا مثلا بحث اینکه ایران سرزمین محروسه هست از بحث‌های زمان خیلی گذشته است، یعنی زمان مثلا آقویولو و قراقویولو غیر است. ولی در پیدایش اون پدیده تازه‌ای که به نام دولت مدرن ملی ازش صحبت می‌کنیم، بر اون بستر تاریخی این پدیده 200 سال گذشته است و این به دلیل ضعف طبقه تولید کننده در ایران و به ویژه به دلیل نفت، دولت در ایران تبدیل شد به واحد اصلی پاسداری از این پدیده بسیار ناسیونالیسمی که دولتی شد، که قبلا دولتی نبود. و درست می‌فرمایند، دست به خشونت زد، ابتکار به اصطلاح تحول رو از بالا در دست گرفت. ولی دورانهایی که این کارها انجام شده در ایران دوران گذراست، یعنی شما با حتی با اجبار در تغییر لباس کاری نمیتونن بکنن. بله، یه اشاره آقای متین به خدمت سربازی کردند. اتفاقا یکی از بیننده‌های برنامه در یه جای دیگه، موضوع بحث امروز در میان نبود، ولی جای دیگه سوال جالبی کرد، اونم این بود که آیا خدمت سربازی که دولت‌ها میگن برای دمیدن احساس تعلق ملیه، برای اینکه شخص یاد بگیره که از مملکتش دفاع کنه و آموزش هم ببینه، و به این ترتیب یکی از حلقه‌های اساسی احساس ناسیونالیستی رو احساس زنده نگه داشتن هست. نیاز به پیدایش ارتش مدرن بنیاد پیدایش دولت مدرن ملی، ارتش مدرن، ارتش ملی یکی از حلقه‌های اساسی دولت مدرن. آیا این خدمت سربازی اجباری واقعا اونچنان که دولت‌های ملی میخوان احساس ناسیونالیستی یا میهن پرستی رو در افراد میدمه، یا واقعا این کارکرد رو عملا نداره و دولت ها خبر ندارن؟ یعنی شخصی که از سربازی بیرون میاد به نظر میاد سرخورده است. این تجربه سربازها نمیگه که وقتی اونا از سربازی بیرون میان میهن پرستر هستن؟ چنین چیزی هست واقعا؟ والا من تحقیق علمی که شده باشه نمیدونم، ولی تجربه خود من و کسانی که دیدم این است که اینجوری نیست. به این معنا که چون ایده ملت یا ایده ایران در واقع عجین نشده از طریق یک روند طبیعی و ارگانیک، به همین دلیلی که توضیحاتی که داده شد دولت مدرن از طریق یک روند خیلی سریع خشونتبار سعی کرد که دولت مرکزی مستقل از ایلات که در واقع پایه اصلی نظام ایران بود در گذشته، به صورت یک به ارتش منظمی که فقط به دولت مرکزی پاسخگو باشه ایجاد کردن، در نتیجه تجربه‌ای که از افراد از خدمت سربازی میگیرن میتونه خیلی متفاوت باشه. ولی در مجموع اون اگر هدف اون ایجاد علقه به یک من ایران به معنای مدرنش، به معنای دولت ملت مدرنی که هست ایجاد بکنه، به نظر من ایجاد نکرده، مگر اینکه در جریانی باشه آدم دوره سربازیش که یک تهاجم بیرونی
وجود داشته باشه، یک تهدیدی باشه، کلیت اون جامعه رو تحت خطر قرار بده. اون موقع است که افراد خب به صورت طبیعی واکنش نشون میدن و در اون محیط. آقای امینی، شما با این ارزیابی آقای متین در مورد خدمت سربازی اجباری در کشورهای چون ایران موافقید؟ ببینید، اصولا بنا نیست خدمت سربازی میهن پرستی به کسی یاد بده. موضوع خدمت سربازی پیداش ارتشی است که بخشی از هویت دولت ملی است. حالا تو این چه آموزشی بدن دیگه معلوم نیست چی باشه، ولی موضوع پیدایش دولت ارتش واحد در ایران که برمیگرده به دوران نایب سلطنه عباس میرزا، در دوران رضا شاه انجام شد. یکی از کارهای نیک جامعه ایران بوده که تونست ارتش مدرن ایجاد کنه. ولی اونها که مقایسه میکنن ارتش های حرفه‌ای رو، یعنی ارتش هایی که فقط از پرسنل تمام وقت که به استخدام در اومدن، اون ارتش ها رو مقایسه میکنن با ارتش هایی که سرباز وظیفه دارن، میگن که ارتشی که سرباز وظیفه داره احساس تعلق ملی رو در میان جمعیت، آیا چنین چیزی کاملا درسته، احساس تعلق ملی رو در میان جمعیت گسترش میده خدمت سربازی و احساس ناسیونالیستی؟ نه، ولی موضوع اصلا این نیست. شما با یک کشوری روبرو هستید که کشور فقیره مانند ایران، نمیتونه اون امکانات یک ارتش حرفه‌ای رو به یک افسری بده یا سربازی بده که با حقوق یا مثلا امکان دانش آموختن و رفتن دانشگاه داوطلبانه به این ارتش میپیونده. نیرویی است که حتی به آموزگاران مدارس نمیتونه حقوق بده در اون دوره. ایران فقیری است و طبیعی است که پیدایش نیروی ارتش منظم در یک کشور عقب مانده با اجبار همراهه. بله، و این در قدیم هم بوده. این فکر نکنم خیلی کوتاه است که ارتش اجباری در سربازی اجباری در ایران و کشورهای نظیر ایران یک پاسخ کمی است به یک چالش کیفی. یعنی به این دلیل که ایران نمیتونسته مثلا فرض کنید سلاح مدرن اون دوره را داشته باشه، خب طبیعتاً تهدید بیرونی باید به نوعی پاسخ داده بشه. بخش این است که خب تعداد زیادی هست وسیع وظیفه این رو جبران کنه. خیلی کوتاه. احساس ملی در ایران جدا از اینکه دولت چه کرده بسیار نیرومند بوده و نمونهش هم جنبش ملی شدن سند نفت. وقتی ایران با انگلستان در افتاد، یه ملتی اومد به پشتیبانی از این حرکت، دیگه مسئله مذهب و دولت و غیره نبود. بسیار زاویه دارم ولی برای بسیار خوب، خیلی ممنون که بیان نمی‌کنید. به آخر برنامه این هفته پرگار می‌رسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه: محمد امینی، کامران متین، سپیده حدادی و احمد زرین‌آباد. این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحمون در فیسبوک آرشیو شده. شب و روز بر همه شما خوش.